با درود و سلام بینندگان عزیز از شبکه ای بی ان سات تلویزیون کانال آرامیه با هم هستیم. خوشحالم میتونم با شما دوباره صحبت کنم. خدا رو شکر میکنیم بابت امروز که زنده هستیم و اومدیم با هم دیگه از کتاب مقدس صحبت کنیم. پس دوستان، تو درس های گذشته ما صحبت کردیم و تعالیمی از کتاب مقدس آموختیم که عیسی مسیح از من چی میخواد انجام بدم. از کتاب مقدس درس هایی مرور کردیم، خیلی زیبا بود، با هم دیگه تماس داشتیم، از دوستان ایمیل برامون اومده، خیلی خوشحال هستیم و من دوباره دعوتتون میکنم اگه سوالی دارید به ما ایمیل بدید که با هم دیگه صحبت کنیم و از ایمان خودمون تعریف کنیم، چرا به عیسی مسیح ایمان آوردیم و چرا مسیحیت را انتخاب کردیم. پس دوستان، ما منتظر ایمیل های شما هستیم. خیلی خوشحالم که ایمیل های شما رو بخونم. امروز اومدیم از کتاب متا، انجیل متا باب 5 صحبت کنیم، موعظه سر کوه عیسی مسیح، تعالیمی که عیسی مسیح سر کوه به شاگردان و جمعی از مردم یهود اونجا بودن باهاشون صحبت کرد و تعالیمی از کتاب مقدس براشون شرح کرد. تو کتاب مقدس ما وجود داره این تعالیم و ما همیشه اینا رو میخونیم و همون تعالیم اساسنامه کتاب مقدس، اساسنامه مسیحیت، چرا ما به مسیح ایمان آوردیم و مسیح از من چی میخواد. تمام پادشاهان که میان برای مردم میخوان حکمرانی کنن، تمام پادشاهان میگن یا دستوراتشون فرق میکنه با عیسی مسیح. تمام پادشاهان باید جان مردم را بگیرن، باید کشت و کشتار بکنن تا مردم ازشون اطاعت کنند، ولی عیسی مسیح برخلاف تمام اینا است. از 2000 سال پیش به من گفته مردم را دوست بدار، با مردم مهربانی باش، به مردم محبت کن، با مردم علاقه صمیمانه داشته باش، کار نداشته باش اون دینش چیه، عرقش چیه، زندگیش چیه، شکل و شمایلش چی باشه. پس عیسی مسیح تمام تعالیم الهی به من داده که من میتونم امروز با این تعالیم زندگی کنم. دوستان، پس من دعوتت میکنم امروز نه فردا، امروز انجیل متا رو بخونی، متا باب 5 از اولین آیه بخونی تا بفهمی عیسی مسیح چطور با مردم صحبت کرد و از مردم چی خواسته، چه چیزهایی خودش خواسته انجام بدن که خودش سرور آنها باشه و خدای آنها باشه. پس کتاب مقدس نوشته، انجیل متا باب 5 دوستان میخونیم، موعظه سر کوه. من اسم این برنامه رو گذاشتم راز خوشبختی. راز خوشبختی ما دوستان به عیسی مسیح. ما امروز خوشبختیم. من به تو تبریک میگم دوست عزیز که عیسی مسیح رو به عنوان خدای خودت قبول کردی. راز خوشبختی به شما میداد، راز خوشبختی رو داده به من، بس به شما میده. دوستی که هنوز ایمان نیاوردی، من دعوتت میکنم کتاب مقدس رو بخونی و بفهمی عیسی مسیح کیه، عیسی مسیح چی میخواد، چطوری با من صحبت کرده. و امروز ما اومدیم از راز خوشبختی خودمون صحبت کنیم. ما دوستان خوشبختیم که عیسی مسیح رو قبول کردیم. تو قسمت بعدی ما یه صحبت خاصی با هم خواهیم داشت از کتاب مقدس که چرا عیسی مسیح رو انتخاب کردیم. چرا عیسی مسیح؟ یعنی کسی نیست غیر از عیسی مسیح. چرا عیسی مسیح؟ پس ما تو درس بعدی صحبت بیشتری با هم خواهیم داشت. امروز اومدیم موعظه سر کوه، راز خوشبختی عیسی مسیح، راز خوشبختی زندگی من با عیسی مسیح، راز خوشبختی شما با عیسی مسیح. امتیازاتی که عیسی مسیح به من و تو داد هیچ جای دنیا وجود نداره. تو هیچ کتاب
دینی یا غیر دینی ننوشته، نیست، وجود نداره. فقط تو کتاب مقدس هست که این عیسی مسیح یه توصیه‌هایی به من داد، یه قوانینی به من داد که من با این قوانین زندگی کنم و این قوانین خیلی زیباست. من چند تا آیه رو انتخاب کردم از انجیل یوحنا باب 5 از آیه اول. روزی که جمعیتی انبوه گرد آمده بودند، عیسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه‌ای آمد و بنشست. آنگاه شروع به تعلیم ایشان کرد و فرمود: خوش به حال آنانی که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوش به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوش به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند شد. خوش به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. پس عیسی مسیح گفت خوش به حال فروتنان، نگفته خوش به حال متکبران، خوش به حال فروتنان. عیسی مسیح میخواد از من فروتن باشم. عیسی مسیح میخواد من فروتن باشم، با تمام مردم زندگی کنم. از اول آیه اینجا بخونیم: خوش به حال آنانی که نیاز خود را به خدا احساس میکنم. من امروز چیزی نیاز دارم، از مردم نخوام. مردم هیچی ندارن دوستان، تمام چیزایی که هست پیش خداست. من امروز آمدم نیاز خودمو به خداوند خودم تقدیم میکنم. ای خدای بزرگ، ای خدای عزیز، من آمدم این نیازمو جلوی خودت میذارم. پس نیاز خودمونو از خدا بخواهیم، نه از دیگران که فردا بگه من به دادم، من درست کردم، من اگه من نبودم تو نبودی. نه، از خدا بخواهیم. عیسی مسیح گفته تقدیم به خدا کنید. پس خیلی زیبا، خوش به حال آنانی که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. من مطمئن هستم با مسیح تو ملکوت آسمانی خواهم بود. پس من از عیسی مسیح میخوام، خدای خودم میخوام. وعده به من داده تو کتاب مقدس، همونطوری که اول برنامه گفتم، از 2000 سال پیش برای من نوشته شده که من ملکوت آسمانی اونجا زندگی کنم، من تو ملکوت آسمانی خواهم بود. پس من با خدای خودم صحبت کنم دوستان. خوش به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. اگر من امروز ایمان دارم به عیسی مسیح و به خاطر ایمانم از محله و از نمیدونم خانواده و دور شدم، ماتم زده شدم، عیسی مسیح میگه خوش به حال اونایی که خوش به حال ماتم زدگان، خوش به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. من امروز با روح القدس تسلی دارم، من با خدای خودم شراکت زندگی دارم، صحبت می کنم، تسلی خودم با خدای خودم در میون میذارم دوستان. پس من با خدای خودم راز و نیاز می کنم، نرم پیش کسی من نمیدونم خیلی ماتم زدم، من چیزهای زیادی هست برای مردم پیش مردم بذاریم، کاری نمیتونم برات بکنن. حتی اگه هم کاری بکنن، اون کارشون ناقصه، هیچ کار کاملی نیست بجز عیسی مسیح. عیسی مسیح کار خودشو کامل کرده و به من اینو رایگان داده دوستان. من دعوتت میکنم که کتاب مقدس رو بخونی و بفهمی عیسی مسیح چه نوشته. خوش به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند بود. خوش به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. اگر تو امروز به خاطر عدالت، اگر تو امروز به خاطر خوشبختی مردم، اگر تو امروز به خاطر صلح بین مردم گرسنه شدی دوست عزیزم، تشنه شدی دوست عزیزم، خداوند میگه خوش به حالت، سیر خواهی شد. چون عیسی مسیح گفت من آب حیات هستم،
هر کسی از آب حیات بخورد هیچ وقت سیر نخواهد شد. من نانی که از آسمون نازل شدم، اگر از اون نان بخوری هیچ وقت گشنه نخواهی شد. پس عیسی مسیح زنده است، تو دل من و دل شماست. عیسی مسیح از من و تو خواسته با عیسی مسیح زندگی کنیم. عیسی مسیح اینجا از من نخواسته ازش دفاع کنم. اینجا عیسی مسیح از من نخواسته به روش سینه بزنم، گریه کنم، چرا مصلوب شد. نه، من خیلی خوشحالم دوستان، چون عیسی مسیح گفت خوشحال باشید و روز سوم از مردگان برخاست تا به من حیات جاویدان بدهد. به خاطر من مصلوب شد و به خاطر من از مردگان بلند شد، برخاست. مردن را همونجا کشت. دیگه مردن وجود نداره با عیسی مسیح. پس عیسی مسیح پادشاه من. تمام پادشاهان دوستان که میان برای عالم، اولین توصیهشون از من دفاع کن، از من حمایت کن، از من نمیدونم اینایی که به من صحبت میکنن و چیزایی میگن و درباره نه ازشون اینا قطع ارتباط کن با اینا. ولی امروز عیسی مسیح از من خواسته با تمام مردم صلح داشته باشم، چون خودش خداست، خودش میتونه این کارو بکنه. پس او کار بزرگ به عهده من نمیذاره، از من میخواد فروتن باشم، از من میخواد با مردم خوب رفتار کنم. گفت برای دشمنان خود دعای خیر کنید. من دشمن ندارم امروز، ولی اگر احساس کنم کسی از من بدش میاد یا کسی از من نفرت داره، من براش دعای خیر میکنم. این خدای منه. نگفته هر کسی تو رو بزنه تو هم برو بزنش، نه، این نیست. عیسی مسیح تعالیمی که به من داد تو هیچ جای جهان وجود نداره بجز کتاب مقدس. پس من دعوتت میکنم دوست عزیزم کتاب مقدس رو بخونی و اگر سوال داری به ما ایمیل بدی، با هم در ارتباط باشیم، به سوالای شما جواب میدیم. پس دوست عزیزم این انجیل متی باب 5 و از آیه 1 تا آیه 6 خوندیم. من از دعوت میکنم که باب 5 و 6 و 7 را بخونی و بفهمی که عیسی مسیح چه دستوراتی داده و چطور از من خواسته بین مردم زندگی کنم و چطور زندگیم به طوری که عیسی مسیح از من میخواد باشه. لطفاً منتظر ما باشید، ما یک توقف کوتاهی میخونیم و برمیگردیم دوستان. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، با هم امیدیم ادامه درس راز خوشبختی از کتاب مقدس بخونیم و انجیل متی باب 5 تقریبا 4 تا یا 5 تا آیه رو خوندیم و الان ادامه آیه هایی که موعظه سرکوه عیسی مسیح با شاگردان و جمعی از مردم صحبت کرد، آمدیم دنبال این تعالیم بخونیم. ما نمیتونیم تمام موعظه سر کوه عیسی مسیح رو بخونیم چون وقت ما محدوده، ولی من ازت دعوت میکنم که خودت کتاب مقدس رو باز کنی و تعالیم عیسی مسیح رو بخونی و بفهمی که عیسی مسیح چی میخواد و چرا من فقط به یک منجی میتونم تمام امیدم رو ببندم، چرا تک منجی عالم عیسی مسیحه، چرا یکی دیگه نیست. میتونین درباره این سوال کنید و ما به شما جواب خواهیم داد. لطفا به ما ایمیل بدید که اگر کتاب مقدس هم بخواهید لطفا برامون بنویسید تو ایمیل که کتاب مقدس میخوام، من به زبون خودت برات کتاب مقدس
رایگان میفرستیم، همون که عیسی مسیح گفته باید کتاب مقدس به تمام جهان برسه، چون از کتاب مقدس میتونی زندگی زیبایی داشته باشی، میتونی بین مردم به راحتی زندگی کنی. من خیلی از دین ها رو دیدم، کسی که یه دین دیگه داره نمیتونه پیش یه مردم دیگه زندگی کنه، چون تعالیمی که تو همون دینش هست، تو کتابش هست، ممنوعش میکنه. ولی عیسی مسیح به من اجازه داده همه جا دنیا زندگی کنم، با تمام مردم خوب رفتار کنم، چون خودش خداست. نمیخواد از من ازش دفاع کنم، نمیخواد من مردم رو مرگ بر فلان و مرگ بر فلان کنم تا اون خوشحال بشه. اون میتونه، پس از من فرد شخصی میخواد من براش زندگی کنم و من براش دعا کنم و برای مردم خیر بخواهم. تمام خلاصه کتاب مقدس اینه دوستان. ما تا آیه 6 خوندیم و الان آیه 7 رو میخونیم. عیسی مسیح گفته خوش به حال آنانی که مهربان و با گذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. من باید بگذرم از برادران، از دوستانی که منو ناراحت کردن دوستان. پس عیسی مسیح اینطور بهم گفته خوش به حال آنانی که مهربان و با گذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. خوش به حال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. خوش به حال آنانی که برقرار صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزند خدا نامیده خواهند شد. خوش به حال آنانی که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهرمند خواهند شد. خیلی زیباست، خیلی زیباست. عیسی مسیح از من می خواد آدم درستی باشم، با مردم خوب زندگی کنم، با مردم رابطه خوب و صلح‌آمیز داشته باشم. این خدای منه. من هیچ خدایی توی تمام دین ها ندیدم. دوستان، من مقارنه بین دین ها خوندم. من مدت زیادی بین این دین و کتاب ها می خوندم تا بفهمم دین درست یا کتاب درست چیه. ولی امروز من فهمیدم مسیحیت دین نیست و تمام دین ها ساخته بشریتند. ولی امروز عیسی مسیح شریک زندگی من شد، داخل زندگی من وارد شد و به من تعالیم خیلی زیبایی داد که من چطوری با مردم بتونم زندگی کنم. ما مثلا یکی از من میخواد توی یک دین دیگه از مردم نفرت داشته باشم، من با مردم دوستان محدودم. تو منطقه ممکنه 3-4 نفر بشناسم، جاهای زیادی هستند دور، تو قاره دیگری هستند، تو کشور دیگری هستند، اونا آزارم میدن، من میخوام چیکار کنم، چطور به اونا برسم، چقدر باید به خودم بزنم و تو سرم بزنم و خورد کنم خودمو تا به فلانی اذیتش کنم یا آزارش بدم. ولی عیسی مسیح از من اینطور نخواسته. تو آیه 7 خوش به حال آنانی که مهربان و با گذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. من باید بگذرم، من باید متسامح باشم، من باید مهربان باشم با مردم. این تعالیمی که تو دلم کاشته شده از کتاب مقدس اینه که من باید با مردم خوب رفتار کنم که مسیح رو تو من ببینن و بفهمن چرا من اینطوری هستم. با محبت مسیح، همونطوری که گفتم تمام پادشاهان که برای دنیا میان جان آدم ها رو بگیرن تا بین مردم طرفدار داشته باشن، ولی عیسی مسیح اومده جان خودش رو صلیب به خاطر من و تو داد. با محبت اومده، با محبت تو دل من و شما محبت کاشته که ما خدای حقیقی رو بشناسیم. همونطوری که گفتم خدا نمیخواد من سینه بزنم و رو سرم بزنم و خودم رو ناراحت کنم برای کسی که فلانی مرده و قبرش نمیدارم، کلانی کشتش، به من ربطی نداره، منو جایی نمیرسونه دوستان عزیزم. بس خدا میخواد من مهربون باشم، با مردم خوب رفتار کنم، از مردم
خشونت یا خشم نداشته باشم. نمیخواد من خشمگین باشم و با مردم بد رفتار کنم که به فلانی یا به دین صحبت. نه، خدا خودش از خودش دفاع میکنه. تو کتاب مقدس میگه خدا از شما دفاع میکنه و شما ساکتید. خدا هست، ما به خدای بزرگ و با قدرت ایمان داریم، پس خدا میتونه. دوستان عزیزم، خدا از من نمیخواد همون طوری که تعالیم غلطی داشتیم تو دین دیگه‌ای که به مردم آزار برسونیم و مردمو نمیدونم که من دینم این بهم میگه یا دینم از من اینطور میخواد. مسیحیت دین نیست، مسیحیت تعالیمی مستقیم از خدا به من و تو رسیده و از من و تو میخواد بین مردم با مهربانی و خوشبختی زندگی کنیم. آیه 8 میگه خوش به حال پاک دلان زیرا خدا را خواهند دید. اگر دلم و دل تو پاک نباشه، ما خدا را نمیتونیم حس کنیم داخل وجودمون. چون خدا محبت است، باید من محبت داشته باشم تا خدا را بشناسم. پس خوش به حال پاک دلان، دل من باید پاک باشه، دل من، تو دلم نباید کینه و نفرت باشه. همونطوری که گفتم باید متسامح باشم با دیگران، بخشش داشته باشم. دوستان عزیزم، خوش به حال آنانی که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش میکنند، زیرا ایشان فرزند خدا نامیده خواهند شد. خدا میخواد من بین مردم صلح داشته باشم. خدا به من نگفته بین مسیحیان صلح کن، خدا نگفته بین یهودیان، بین مردم، تمام مردم، تمام دین ها، دینش هرچی باشه به من ربطی نداره. من میتونم با از کتاب مقدس باش صحبت کنم و بگم اعتقاد من اینه و من به عیسی مسیح ایمان دارم. دوست داره ایمان داشته باشه، دوست نداره میل خودشه. ولی صلحی که من باید اونجا انجام بدم یا کلمه خوبی که تو موقع خودش باید بزنم صحبت میکنم، دوستان ساکت نمیمونم. پس عیسی مسیح از من اینطوری خواسته من با مردم زندگی کنم. اینجا تو آیه 10 که آخرین آیه درس امروزمون میگه خوش به حال آنانی که به سبب نیک کردار بودن آزار میبینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهرمند خواهد شد. کردار من و رفتار من باید با مردم خوب باشه، باید نفرت نداشته باشم، باید با مردم خوب زندگی کنم که عیسی مسیح از من خواسته اینطوری من با مردم باشم. دوست عزیزم، پس عیسی مسیح به من زندگی مجانی داد و از من خواسته زندگی عیسی مسیح تو وجودم باشه که مردم از کردار و رفتار من بفهمند که من مسیحیم و به مسیح ایمان آوردم. نمیخواد من با کافرها جنگ کنم و همونطوری که گفتم مرگ بر آمریکا و اسرائیل کنم و برای مردم نمیدونم دعای ناراحتی و دعایی که اینا نابود بشن. نه، اینطور نمیخواد. عیسی مسیح از من میخواد با مردم خوب زندگی کنم و با مردم خوب رفتار کنم. دوست عزیزم، چون اون خداست، اون خدایی که تو جسد ظاهر شد. همونطوری که گفتم پادشاهان میان، عیسی مسیح پادشاه پادشاهانه. پادشاهان میان جان مردم رو بگیرن تا طرفدار داشته باشن، ولی عیسی مسیح اومده و تعالیمی تو کتاب مقدس به من داده که من با مردم چطوری بتونم زندگی کنم، چطوری میتونم محبت تو دلمو برای مردم منتقل کنم و بهشون بگم من مسیحی هستم و افتخار میکنم که مسیحیم و مسیح خدای من و سرور منه. چون این تعالیم به من داده، من میتونم با شما به خوبی و خوشی رفتار کنم و برای شما دعای خیر کنم. پس دوست عزیزم، من دعوتت میکنم که کتاب مقدس رو بخونی و برنامه دیگری که داریم از کتاب مقدس باز صحبت کنیم و بگیم چرا ما عیسی مسیح رو انتخاب کردیم. خیلی پیامبر هست، خیلی آدمایی اومدن،
خیلی کتاب نوشته شده، چیزای زیادی هست ما باید صحبت کنیم و باز کنیم، و برای دوستانی که تازه ایمان آوردن یا برای دوستانی که تازه در جستجو هستند، تازه دارن میخونن، تازه میخوان بفهمن عیسی مسیح کیه، براشون واضح بشه که ما چرا به عیسی مسیح ایمان آوردیم و چرا عیسی مسیح رو انتخاب کردیم. ما از کتاب مقدس ایمان خودمون رو جلوی شما میذاریم، خودتون هر چی بخواهید انتخاب کنید، چون کتاب مقدس کامله و برام تعالیمی داد و چیزایی نوشته که من طبق اون تعالیم زندگی کنم و برای مردم دعای خیر کنم. پس دوست عزیزم لطفا منتظر برنامه های دیگه ما باشید. تو آخر برنامه ما همینطوری که همیشه دعا میکنیم، امروز من دعا میکنم که این کلمات زیبا، این کلمات راز خوشبختی رو تو دل شما جای قرار بده که شما پاک زندگی کنید و با خدای حقیقی زندگی کنید. ما میاییم جلوی درگاه خدا، ای پدر آسمانی، ما شکرت میکنیم برای این جلسه، شکرت میکنیم برای این درس کوتاه. ای خدای عزیز لطفا تو قلب دوستان این کلمات رو پر نور بگردان. ای خدای عزیز شکرت میکنیم بابت ایمانمون به کتاب مقدس و عیسی مسیح. من تمام دوستان بینندگان عزیز ما رو جلوی شما میذارم، ای خدای عزیز جلوی تخت شما بلند میکنم، شما تو زندگیشون وارد شو ای خدای عزیز، و تمام تعالیم کتاب مقدس رو براشون باز کنی که بفهمن تو خودت خدا و خدای خدایان هستی و با شما عین همونطوری که زندگی منو عوض کردی، زندگی دیگران رو به طور بهتر عوض کنی. به نام عیسی مسیح آمین. آمین دوستان، لطفاً تو برنامه های دیگه منتظر ما باشید و درس های جدیدی از کتاب مقدس. به امید دیدار.